Assalomu alaykum бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд, мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Ҳамрази Абдулмаҷид, имрӯз дар барнома. Шиносои пайдо намудани ҷавонони синни даъватӣ аз шароити хизмат дар қисмҳои ҳарбии гвардияи миллӣ. تطبیق نقشه چورابینی ها در دایره سال های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، وسعت تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری در ناحیه رودکی، وسعت تدبیرهای نیهالشینانی و نگهداری جنگلزار، برای برقرار کردن جنگلزار درختان و بوته‌های نسترن و آلوچه شینانیده می شود. شرح پوره خبرها خدمت به وطن تحکیم استقلالیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه هر یک شهروند بوده خدمت در صف قواهای مسلح برای جوانان مکتب مردانگی است بخشیده به روز تاسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و دیگر کمیته های اجرایی شهری و ناحیوی شهر دوشنبه با مقصد شناسایی پیدا نمودن جوانان سن دعوتی از شرایط خدمت در صف ارتش ملی در قسم های حربی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان چورابینی های سیاسی فرهنگی برگزار کرده شد گزارش بوبوکالان امینزاده هنگامی برگزاری واخوری با افسران و سربازان قسم حربی گواردی ملی جمهوری تاجیکستان با اشتراک جوانان سنی دعوتی بخشته به روز تاسیسیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و دیگر کمیته اجرایی شهری ناحیوی شهر دوشنبه عیان شد که شرایط خدمت در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان به مراتب بهتر شده است این را در چهره هر سرباز میتوان حس نمود گروه کاری با شرایط بود و باش جای خواب خورد و خوراک و شرایط استراحتی افسران سربازان از نزدیک شناس گردیدند با سربازان مشق های دوستانه مسابقه های دوستانه برگزار نمودند و اینچنین از تکنیک های حربی از یاروغ های حربی دیدن نمودند باید قید نمود که در دوران صاحب استقلالی مملکت انفراستراکتور و شرایط خدمت در صف قوای مسلح تقویت یافته سال تا سال توجه حکومت کشور به این ساحه بیشتر میگردد سربازان نیز در نوبت خود از این اقدام پیش گرفته خوشحال گشتند طول یک سال و 10 ماه می شود که در قسم حربی 051-055 گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان خدمت را ادا می کنم خدمت در گواردیای ملی خیلی خوب است شرایط خدمت خورد و خوراک جای خوب تامینات لباس خیلی خوب است ما در قسم نظامی خود چونین مسابقه های ورزشی را پیوسته میگذرونیم برای هر یک جوان مرد خدمت مادر وطن این شرف است با اشتراک گروه کاری برای بلند برداشتن حس وطن دوستی افسران سربازان ترغیب دستاوردهای استقلال دولتی تحکیم وحدت ملی خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی وطن پرستی همایش برگزار گردید در واخوری امروزه اشتراکچیان ذکر داشتند که در زمان صاحب استقلال مملکت جزء تمهای قوای مسلح جمهوری تاجیکستان مستحکم گردیده آن به یک از ساختار نیرومند محافظ وطن تبدیل یافته است من همچون جوان میخواهم که بعد از ختم دانشگاه خود آمده خدمت مادر وطن را ادا نمایم در قسم حربی گواردی ملی جمهوری تاجیکستان همچنین میان جوانان سن دعوت و سربازان مسابقه ورزشی از روی نمودی والیبال شاشکا دستخوابانی تورنیک کشی و بندکشی برگزار گردید در فرجام جمامت از جانب سربازان تمرین و مشق های جنگی نمایش داده شد برای بالیداروهای اشتراکچیان چورابینی فرهنگی برگزار کرده شده از جانب مسئولین کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و دیگر کمیته اجرایی شهری ناحیوی شهر دوشنبه به افسران و سربازان افتخارنامه سپاسنامه و تحفه ها سپریده شد بابکان امیزاده مهروز جمعه مقصد مقصد اخبار در دهه‌های شهرستان و زرتپه جماعت دهات گلستان از جانب صاحبکاران محلی دو بینوی نوی مرکز خدمت‌رسانی مورد بهره‌برداری قرار داده شد همچنین در دهه تیزگری بالا شبکه آب تامین کنی برای 150 خوجگی به استفاده داده شد گزارش از ناحیه رودکی
با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در نوحه رودکی تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری وسعت داشته در برابر جلب مبلغ‌های بودجتی همچنین با سهم صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه نیز با مقصد تکمیل انفراستراکتور نوحه انشاءات گوناگون تعینات بنیاد و نوسازی کرده می‌شوند. از انشاءات‌های مورد استفاده برای قرارداد شده 55 بند به ساحه معارف 35 بند به ساحه تندرستی 16 بند به ساحه ورزش 11 بند به بنیاد کارگاه و کارخانه های استحصالی زیاده از 90 بند به بنیاد مرکز های سودا و خدمات رسانی 4 بند به بنیاد حمام زیاده از 31 بند به بنیاد سرتراشخانه ها و دیگر انشاءات های گوناگون خدمات رسانی مورد استفاده برای قرار داده شدند. در همین زمینه در دیهای شهرستان جماعت دیهات گلستان از جانب صاحبکار محله بینای نوی مرکز خدمات رسانی مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در دایره تطبیق سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی عملی کرده شده باعث باز هم بهتر گردانی سطح خدمات رسانی به اهالی گردیده، همچنین باعث می‌گردد که ساکنان محله با جای کاری دائمی تامین کرده شوند. همچنین در دیهای زرتپه نیز چنین یک مرکز سودای خدمات رسانی افتتاح گردید. بنیاد این انشاءات در پیروی به اقدام‌های بنیادکاران رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده شده مین بعد نیز ادامه خواهد یافت. امتیازهای فراهم گردیده، دستگیری‌های دولتی و حس بلند وطن‌دوستی صاحبکاران را برای انجام تدبیرهای آبادانی هوسمند کرده است. این همه آبادانی‌ها نیز محض با شرافت مستقلیت دولتی و فضای آرام و آسوده به دست آمده است و ساکنان شهر از این همه آبادکاری‌ها شکرانه می‌نمایند و در آبادی دیار همیشه کمری همت می‌بندند. در دهه تیزگری بالای جماعت دیهات گلستان باشد شبکه آب تامین‌کنی برای 150 خوجگی به استفاده داده شد. اعلان شدن سالهای رشد دیهات، سایه‌های و هنرهای مردمی یکی از هدف‌های اصلی آن بهسازی وضع انفراستراکتور دیهات و مهیا کردن شرایط مساعد کار و خدمات رسانی نیز به وسعت بنیادکاری زمینه مساعد را فراهم آورده است. ادامه برنامه تلویزیونی اخبار. جمهوری تاجیکستان نه تنها با تشبث‌های سطح بین‌المللی در سمت حفظ محیط زیست و اکولوژی در جهان مشهور است، بلکه طبیعت زیبا و غنی از گل و گیاهای طبابتی و آرایشی و رنگارنگش دل جهانیان را تسخیر نموده است. با تشبث اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میدان جنگلزار برقرار کرده شده، نهال درخت و بوته میوه‌های شفابخش شنانیده شد. گزارش گلچهره ستار. میدان عمومی زمین های جنگل در مقیاس جمهوری 1,845,166 گکتر را تشکیل می دهد. کارمندان این نهاد برای حفظ جنگلزار، برقرار و بنیاد کردن میدان های نوی پستزار و چورمغز و از حساب نسترن و آلوچه کوهی با استفاده از شرایط طبیعی، زیاد نمودن میدان درختانی که میوهشان در بازار خریدار و برای سالمی مردم سازگار است، مساحتش را به زیاده از 200 گکتر رسانیدنیند. جنگلزار های تاجیکستان اساسا از پستزار های عبارت هستند. خب اگر در جای اول ارچزار ها باشند در مساحت 150 هزار گکتر، در جای دویم 20 هزار ها میستند در مساحت زیاده از 81 هزار گکتر پهن شدند. حدود جنگلزاری خواجگی جنگلی به نام عبدالسلام خالوی ناحیه خراسان 71 هزار گکتر را در بر میگیرد که از آن 13 هزار گکترش 20 هزار و باقی مانده چهارمغز و بادام را تشکیل داده، برای تامین پرنده و دیگر موجودات جنگل نمودهای گوناگون غلدانگی ها نیز کشت می شود. خودی همین سال کارمندانش 25 گکتر پستزاری نو بنیاد نموده، برای بلند برداشتن محصولناکی نهال‌های جنگل چوربینی‌های مهمی اگروتکنیکای پروریش را نیز براه می‌مانند. در میدان 2.5 گکتر 2400 بیخ خوش نهال کردیم، در میدان 3 گکتر پسته تخمی کشیدیم، در همجا باز 6 گکتر دیگه سلافان های پلاتیلینی خود ما تیار کردیم، پیسته رو اینجا آورده نهال شینوندیم. برای گرفتن منفیت بیشتری اقتصادی عین زمان 2000 بیخ نسترن نوی نوآباد و شهلا شینانیده شد. این سال توجه حکومت جمهوری تاجیکستان علال خصوص جناب عالی پرزیدنت کشور نسبت نسترن خیلی زیاد است و همه خواجگیداران رو از اون جمله خواجگی جنگل رو این وادار میکند که ما حتما با بنیاد پلانتاسیا های نسترن مشغول شویم. حاضر خرید در همه خواجگی های جنگل
دو گیتر سه گیتر بنیاد شده ایستادند. با مقصد اجرای دستور سپارش های رهبریت عالی مملکت، مسئولین اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری سری وقت به انجام رسانیدن معرکه نهالشینانی و دیگر کارهای موسمی را در همه خواجگی ها وسعت می بخشند. در منطقه جنگل پروری اسنبوی نوحیه رودکی نیز بنیادی 20 گکتر پیستزاری نو به راه مانده شد. میدان جنگلزار در این منطقه 24 هزار گکتر را تشکیل می دهد که 3800 گکترش را پیستزار در بر می گیرد. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل گرد اطراف شهر دوشنبه از آن جمله خواجگی جنگل فیض آباد، مؤسسه دولتی خواجگی جنگل رومیت، وحدت، هیسور، قراتوغ، شهر نو، خراسان، اسنبوی و اینچنین کارمندان دستگاه مرکزی اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگاه مرکزی بازرسی دولتی جنگل و شکار اگنتی در شهرهای دوشنبه وحدت زیاده از 10 کیلومتر را درختان شای افغان و همیشه سبز شناندن. برای سرسبزی دیار و تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست در دو طرف شهرها امسال در عموم 35744 بیخ نهالی درختان همیشه سبز و آرایشی شنانیده شد که بیش از 18000 بیخش به خاطر زیبایی شهرای دوشنبه وحدت با رعایت درستی معیارهای اگرتکنیکای پرورش راه اندازی گردید که برای تامین سبزیشی این نهالهای آرایشی تدبیرهای مشخص عمل در نوحیه وسع امسال موافق نقشه باید در میدان 7535 گکتر کشت چگی گذرانیده شود. برای در مهلت خوبی اگروتکنیکی با انجام رسانیدن معرکه کشت بهاری در نوحیه از جانب کشاورزان تکنیک سهاوی با مقصد سنجش متخصصان به خط تیار گذاشته شد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در نویه های منطقه کلاو ولایت خلطان با استفاده از باد و هوای مساعد کارهای مدگی به معرکه کشت و کار بهاری ادامه دارد. در دایره این تدبیر و نقشه چورابینی ریاست بازرسی نظارت دولتی تکنیک کشاورزی برای سری وقت آغاز و در مولت خوبی اگروتکنیکی به انجام رسانیدن کشت تکنیکای سواوی آماده و به خط تیار گذاشته می شود. موافق دورنما امسال در نویه های منطقه کلاب در برابر دیگر زراعت های کشاورزی باید در میدان بیش از 30000 گکتار کشت خوش صفات پخته گذرانیده شود. موافق دورنما در مساحت 3744 گکتار کشت پخته با نقشه گرفته شده است و ما با فرا رسیدن شرایط خوب مساعد باد و هوا نقشه پیش بینی شده را در مهلت های مقرر کرده به انجام می رسونیم. در نویه واسه امسال دورنمای کشت پخته 7535 گکتار پیش بینی شده است. شوارزان جماعت های دهات نویه در اساس نقشه چورابینی ذکر شده در یک جایگی با مرکز خدمت رسانی تکنیکی کارخانه وادی دولتی تاجیک اگرالیزینگ بیش از 100 عدد تکنیکی و ماشینالات کشاورزی را برای آمادگی به معرکه کشت و کار بهاری و سنجش متخصصان به خط تیار گذاشتند. در نویه واسه 812 عدد تکنیکی کشاورزی موجود میباشد، از آن جمله تراکتورهای تسمه‌چرخ 60 عدد، تراکتورهای بین قطاری 149 عدد، ماشینالات کشاورزی اسپور تراکتوری 239 عدد، چیزل ها 86 عدد، تخم پوشک ها همگی 93 عدد، تخم پوشک پخته 82 عدد، 11 عدد تخم پوشک های قلم می باشد. در چورابینی سنجش تکنیکای سوابی با اقدام مسئولین گوشه نمایش تخمی های خوش صفات پخته تشکیل کرده شد که در آن خواجگی های تخمی پروری نویه 5 نوع پخته سرحاصل و به شرایط نویه مطابق را معرفی نمودند. برای وسعت معرکه نهالشانی و کارهای کبزارکنی در این تدبیر نمایش فروش نهال و گل و بوته‌ها تشکیل گردید که در آن یکچند نوع نهال های درختان میوه دهنده همیشه سبز و کوچت گل ها با نرخ های دسترس پیشکش ساکنان گردانیده شد. در نویه واسه امروز کارهای بدانی و کبزارکنی و معرکه نیوشنی با مرام ادامه داشته، شوارزان نویه اقدام گرفتند که چون هم اصوله با فرو رسیدن موسم بهار کش را آغاز و اون را در مولت مقرر گردیده به انجام رسانند. در نویه دوستی همه نمود تکنیکی کشاورزی به خط تیار گذاشته شده، موردی معاینه تکنیکی متخصصان بازرسی نظارت دولتی تکنیکی ولایت خطلان قرار گرفتند. تکنیک اساسی رشد کشاورزی محسوب یافته، کار دهقان را آسان و حاصلناکی محصولات کشاورزی را بالا می‌بردارند. گزارش همکاران ما از نوحیه دوستی.
در همایش مکانیزاتورهای ناحیه دوستی هم نمودی تکنیکاوی کشاورزی به خط تیار گذاشته شده مورد معاینه تکنیکی متخصصان بازرسی نظارت دولتی تکنیکی ولایت ختلان قرار گرفتند. تکنیک اساسی رشد کشاورزی محسوب یافته پیشه دهقانی را آسان و حاصل ناکی زراعت را بلند می‌بردارد. از همین خاطر مسئولین بخش کشاورزی در ناحیه دوستی در نزد خود هدف گذاشتند که بابت تا چه اندازه آماده بودن تکنیکا به موسم کشت و کار بهاری معلومات بگیرند. زیاده از 350 عدد تکنیکونه گوناگون تمغه در خط تیار گذاشته شدند. از اون جمله 50 عدد تخپوشک های پخته از تعمیر خوشصفت برآورده شده پورا به خط تیار گذاشته شدند. ما موده هستیم که در مولت های کوتاه‌ترین کشت را با صفت بلند گذرانیم. کشتی کاری بخاری در تیارگری دیدین. در خوجگی ما 4 تا تخم پشک تکنیک داریم. انا 400 هکتار پخته کشت میکنیم. در روزها نزدیک بر وقتر کشتی کارا سر میکنیم. در پیشرفت استحصالات نقش تکنیکا ها اساسی دانسته می شود. تنها در استحصال محصولات پخته قریب 10 نمود تکنیکا های گوناگون تمغه ضرور است. کارخانه تاجیک اگرالیزینگ اساسا در اساس درخواست خوجگی دهقانی و شهروندان کار می برد. تمام تکنیک هایی که حاضر زمان برای خوجگی قشلاق همه وقت هستند اساسا با ساخه های پخته کاری، کارتوشک پروری و دیگر زراعت هایی که از کشت سر کرده کار کرد و برای جمع‌آوری همه تکنیک‌ها موجود می‌باشد و خوجگی‌ها می‌تواند با نرخ ارزان و طریق اجرای مالیوی گرفته می‌تواند. مسئولین تکنیک ها را از نظر گذرانیده با مکانیزاتورها صحبت سودبخش انجام دادند. از جمله ذکر گردید که در بسیار خوجگی های دهقانی ناحیه دوستی با استفاده از درآمد صافی اقتصادی تراکتور خریداری کرده شده است. مکانیزاتورها در دوره کشت و کاری بهاری امکان دارند به خوجگی هایی که به تکنیک نیاز دارند کمک رسانند و بر عوض مهنت حلال روزگاری آسوده را صاحب گردند. مکانیزاتوران و کارمندان تکنیکی تمام شرایط را استفاده برده تکنیکای خود را از تعمیر اساسی برآوردند و گفتند ممکن است که تمام کارهای صحه کشاورزی با این تکنیکا با انجام رسانیده می شود. در جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در همکاری با خواجگیداران شرکت جونته ختلان سلسله فعالیت می کند. در این همایش تکنیکا های شرکت مذکور به نمایش گذاشته شد. چند سال بود شرکت جونتای ختلان سلسله که با ما همکاری میکند سال گذشته در میدان 1888 هکتار کشت پخته گذراندگی بود که در مجموع قریب 30 سنتنر زیادتر حاصل پختهاشون را گنجین کردند و این سال ما نیت داریم که پختها و حاصلشون با خوبتر و نقصر شوند. از صحبت با رانندگان عیان گردید که با آماده کردن تکنیک های خود امکان دارند که بر عوض مزد دسترس خدمت صاف دلانه کنند. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می دهیم. در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه جمعیت تاجیکان فعالیت نموده در معرفی فرهنگ ملی نقش موثر دارد. همچنین با برگزاری وخوری و صحبت و چورابینی های ترغیباتی با هموطنانمان برای حفظ هویت ملی و پیشگیری از عملهای افراطی تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. نقش جمعیت و مرکزهای ملی فرهنگی تاجیکان مقیم شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه قبل از همه در ترغیب سنت و عنعنه رسم و آیین‌ها تاریخ و فرهنگ و ارزش‌های ملی مؤثر بوده در طول فعالیت و موجودیتشان برای تحکیم و توسعه و رابطه‌های فرهنگی نیز سهم نظرس و فعال گذاشتند. نخستین شده در فدراسیون روسیه جمعیت تاجیکان سومونیون در شهر سن پترزبورگ تأسیس یافته طی فعالیت زیاده از 12 ساله در معرفی تاریخ و تمدن پرغنواتمون فعالیت بسمر نموده است. برای دستگیری از لحاظ حقوقی و با هم متحد نمودن تاجیکان مقیم شهر سن پترزبورگ و ولایت لنینگراد فدراسیون روسیه جمعیت تاجیکان تدبیرهای مهم را عملی نموده کوشش به خرج دادند که هموطنان ما عنعنه و سنت‌ها و گذشته پر افتخار خیش را عرض گذاشته در تحکیم و حفظ دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کشور با احساس گرم وطن دوستی سهمگذار باشند. همچنین جمعیت سومونیون برای نگاه داشتن زبان و فرهنگ ملی و شناس نمودن عرف و عادت ملی تاجیکان و دیگر دیاسپورای شهر سن پترزبورگ معرکه‌های زیاده می‌گذراند.
در دایره فعالیت بوسمر جمعیت تاجیکان در قلمرو ولایت لنینگراد باز 5 مرکز ملی فرهنگی تاسیس شده شده است که ترغیبگر فرهنگ و تمدن جهان شمول آمون میباشند. تای چند سال است که با مساعدت با دستگیری جمعیت تاجیکان مقیم شهر سن پترزبورگ جشنهای ملی و دولتی نیز با شکوه و جلال و شهامت خود تجلیل کرده می شود. در شهر سن پترزبورگ تاجیکان در همه ساختمان ها و کار و بازار و دیگر دیگر کار میبرند. صنعت ملی ما را در این یعنی که شمال غرب روسیه در شهر سن پترزبورگ ولایت لنینگراد نشان میدهند. در شهر سن پترزبورگ ولایت لنینگراد کنسول جنرالی جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد که در حفظ حقوق و منفعت های هموطنانمون نقش مهم داشته، ضمن ملاقات و واخوری ها مسئولان ماهیت مقررات قانونهای عمل کننده کشور اقامت را به آنها میفهمانند. جمعیت و مرکزهای ملی فرهنگی تاجیکان مقیم شهر سن پترزبورگ در ارتباط با سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی عزم دارند که در ترغیب امکانات سیاحی و موضعهای نظرربا و دلفریب مملکت طریق گذراندن تدبیرهای گوناگون سهم بیشتر گذارند. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد، سعدی عبدالرحمن از شهر سن پترزبورگ فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. سربلندی و خانوادگی شما تمنای همیشگی ماست.